سلام دوستان، بیشک با تابلوی ستایش مغان اثر لئوناردو داوینچی آشنا هستید. داوینچی به ظاهر در این نقاشی ماجرای حضور سه ایرانی زرتشتی بر بالین عیسی مسیح در هنگام تولدش را به تصویر کشیده است. اما بسیاری از محققین بر این باورند که ماجرا چیز دیگری است و داوینچی در این نقاشی موضوعاتی مهم را به صورت رمز گنجانده است. ما در این ویدیو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. اما برای درک بهتر این مطلب ابتدا باید چند موضوع مهم در مورد خود داوینچی را بررسی کنیم. من امید هستم و شما را به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. با مرد ویتروویان آشنا هستید. مرد ویتروویان یک طراحی از لئوناردو داوینچی است که در سال 1487 میلادی کشیده شده است. او در این طراحی خیره کننده با دقت هرچه تمام بدن یک مرد را تشریح می کند. برای مثال فاصله میان روی سر تا پایین چانه برابر 1/8 قد انسان است. اما مرد وسط این دایره چه کسی است؟ این مرد کسی نیست جز مارکوس ویتروویوس پولیو، یعنی اولین فریمیسن تاریخ. در واقع داوینچی طراحی مرد ویتروویوسی را از کتاب سوم ویتروویوس الهام گرفته است. اما آنچه که حائز اهمیت است این است که لئوناردو داوینچی استاد بزرگ دیر سهیون بود. دیر سهیون فرقه‌ای کاملا مخفی بود و مخالف سرسخت کلیسا بود. وظیفه این فرقه حفاظت از جام مقدس عیسی مسیح بود. جام مقدس جامی است که عیسی در شام آخر به همراه حواریون خود از آن نوشید. و همچنین خونی که از بدن عیسی مسیح هنگام مصلوب شدنش خارج شده در این ظرف ریخته شده است. اما دیر سهیون که به قول خودشان محافظت از این جام را بر عهده داشتند، جام مقدس را نه تنها یک جام بلکه رحم یک انسان می‌دانند که خون عیسی مسیح در رحم این شخص قرار داشته و به عبارت ساده‌تر وظیفه دیر سهیون محافظت از نسل عیسی مسیح بوده است. دمبران در کتاب کد داوینچی با استناد به دلایلی که مهمترین آنها نقاشی‌های داوینچی است به این موضوع پرداخت. اما چرا داوینچی؟ همانطور که گفتیم داوینچی استاد بزرگ دیر سهیون بود و کسی بود که اعتراض خود را همواره در آثار هنریش در قالب رمز و راز بیان کرده است. در ماجرای شام آخر عیسی مسیح و یارانش نان و شراب میل کردند. این که میبینید نقاشی دیواری داوینچی به نام شام آخر است. به طور معمول باید بر روی این میز نان و شراب باشد، اما شما هیچ جام شرابی نمیبینید. اما در عوض داوینچی جام را اینجا قرار داده است. در سال 1481 راهبان آگوستینیایی از صومعه سندونتو اسکوپیتو به داوینچی 22 ساله سفارش یک تابلوی نقاشی از نیایش مغان که در سنت مسیحیت به سه مغ یا سه پادشاه پارسی گفته می شود که اولین کسانی بودند که در هنگام تولد عیسی مسیح بر وی ظاهر شدن را برای محراب اصلی کلیسا دادند. داوینچی جوان کار بر روی این تابلو را آغاز کرد تا اینکه یک سال بعد به میلان عزیمت کرد. این تابلو که می‌بینید همان تابلوی نیایش مغان داوینچی است که از سال 1670 در گالری اوفیزی در فلورنس ایتالیا نگهداری می‌شود. اما این تابلو پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول دیده می‌شود. در این تابلو باکره و کودک یا همان مریم مقدس و عیسی خردسال به تصویر کشیده شده. به یک شکل مثلثی با سه مگی یا همان سه مغ که در مقابل عیسی خردسال زانو زده‌اند را تشکیل می‌دهند که مریم مقدس در رأس این مثلث می‌باشد. و دو نفر در سمت چپ و راست این مثلث ایستادند که حالتی شبیه به ستون را تشکیل میدهند. پشت سر آنها نیم دایره‌ای از انسان‌هایی با حالات متفاوت وجود دارد. در پس زمینه سمت چپ ساختمانی را در حال ویران شدن می‌بینید که دو سواره و پیاده در مقابل آن در حال جنگ هستند. موضوع اصلی این تابلو مربوط به سه مغ و باکره و کودک می باشد. اما چرا داوینچی تصاویر دیگری را که در داستان تولد عیسی مسیح وجود ندارند را در این نقاشی گنجانده است؟
آنتونیو ناتالی، مدیر سابق گالری اوفیزی، میگوید این ساختمان و نبرد در جلوی ساختمان اشاره به ویرانی معبد سلیمان دارد که عیسی مسیح آن را وعده داده بود. اما برخی پژوهشگران معتقدند که این ویرانه اشاره به باسیلیکای ماکسینتیوس دارد که طبق یک افسانه قرون وسطایی، رومیا ادعا می‌کردند که تا زمانی که فرزندی از یک باکره به دنیا بیاید، این باسیلیکا پابرجا خواهد بود. تصور می‌شود که در شب تولد عیسی مسیح این باسیلیکا فرو ریخت. وجود نیلوفر آبی در بالای ستون‌ها که نمادی از روم باستان است می‌تواند به این گفته اعتبار دهد و البته وجود درخت نخل در میان این ویرانه‌ها که نماد امپراتوری روم بوده است. البته به گفته پژوهشگران استفاده از درخت نخل در این تابلو می‌تواند دو مفهوم داشته باشد. اولی برگرفته از کتاب مقدس مسیحیان است که در آن آمده است که درخت نخل در هنگام زایمان برای مریم مقدس کمک‌آل بود و دومی را با توجه به اینکه نخل نماد امپراتوری روم بوده و همچنین با یادآوری اینکه کنستانتین امپراتور روم با پایه‌گذاری کلیسا در قرن دوم میلادی قدرت را به مسیحیت تقدیم کرد، نتیجه گرفته می‌شود که باز هم داوینچی با وجود اینکه در آن زمان 22 سال بیشتر نداشت، اما باز هم به قدرت گرفتن کلیسا در آن دوران انتقاد داشته است و آن را جهان گرفته از آیین میترائیسم می‌داند که تا قبل از آن آیین رسمی روم باستان بود. اما درختی که دقیقاً در پشت مریم مقدس قرار دارد، به این درخت درخت زندگی میگویند. پای این درخت و در سمت چپ و راست دختر و پسری نوجوان را مشاهده میکنید. این دو کسی نیستند به جز عیسای نوجوان و مریم مجدلیه. بله، درست شنیدید. همان مریم مجدلیه معروف که هم فکران داوینچی میگویند همسر عیسای مسیح بوده است. و در واقع عیسای مسیح در این تابلو دوبار نقاشی شده است. به باور کارشناسان باز هم داوینچی اعتراض خود را همچون نقاشی دیواری شام آخر برای بار دیگر در قالب هنر اعلام کرد. همانطور که می‌بینید یک دست پسرک یا همان عیسی مسیح بر پای درخت ابدیت به نشانی زندگی ابدی است و دست دیگر او اشاره به آینده می‌کند که به اعتقاد مفسران به نسل خود و مریم مجدلیه یعنی همسرش اشاره دارد. اما دستان دخترک یا به گفته پژوهشگران مریم مجدلیه نوجوان گویی در حالت نیایش است، اما او در واقع زهدان زنی را تصویر می‌کند که فرزندش درون آن جای می‌گیرد و در پس این پرده شوالیه‌ای را می‌بینید. همان شوالیه‌ای که همواره از سوی دیر سهیون مأموریت دارد تا از نسل مسیح محافظت کند. و در نهایت در سمت راست آنها فردی را می‌بینید که به آن دو می‌نگرد. و انگشتان خود را به شکل وی که نماد زنانگی است درآورده است. همچنین جنگی که در پشت سر جریان دارد اشاره دارد به پیمانی که بین پادشاهان و پیامبران پیش از مسیح بوده و آنها آن را شکستند. بکنون جنگ جای خود را رفته رفته به صلح می‌دهد. تقریبا هر آنچه که در این تابلو بود را دیدید. اما حقیقت این است که موضوعاتی دیگر در این نقاشی گنجانده شده است. موضوعاتی که برای 500 سال از دید همگان مخفی بوده است. محققی به نام سراچینی با گروه سوئیسی کالپا که متشکل از علما و محققان سرشناسی است، به مدت 4 سال بر روی این تابلو تحقیق کردند. آنها در طول این دوره 2400 تصویر مادون قرمز از این تابلو گرفته و آنها را مورد بررسی قرار دادند تا در نهایت به نتایج بسیار شگفت انگیزی رسیدند. در سمت راست یک گاو و الاغ نقاشی شده است که برای 500 سال نامرئی بودند. همچنین بخشی از پشتبام که وجود نداشت اکنون پدیدار شد و همچنین این دو حیوان پدیدار شدند. و روی شانه سمت راست مریم مقدس پادشاهی که یک زنگوله در دست دارد پدیدار شد و این چهره هایی که استادانه نقاشی شدند در گوشه پایین سمت چپ ظاهر شد. اما در این تابلو چهره کسی ترسیم شده است که شاید طرفداران داوینچی را خوشحال کند. این جوان که صورتش را از تمام این ماجرا برگردانده است کسی نیست به جز داوینچی نوجوان.
به باور محققان داوینچی خودش را در این نقاشی کشیده است و به باور آنها او با برگرداندن سرش از تمام این ماجرا بار دیگر اعتراضی را که در عصر رنسانس ممنوع بود در قالب هنر اعلام کرده است. بسیاری از محققان تا قبل از نمایان شدن قسمت‌های پنهان نقاشی گمان می‌کردند که این شخص سنت جان است، زیرا آخرین نقاشی داوینچی از سنت جان بود که در آن ژست معروف سنت جان را به تصویر کشیده است. این ژست را می‌توان در تعدادی از نقاشی وی مشاهده کرد که مهمترین آنها نقاشی دیواری شام‌آخر است. اما سپس مشخص شد که داوینچی درست است که سنت جان را در این نقاشی قرار نداده، اما انگشت او همواره نمایان است. با حالت دقیق این انگشت توجه کنید. آیا شما این گونه به بالا اشاره می کنید؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. اگر هنوز ما را سابسکرایب نکردید، برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بکشید.